عنوان بحث امشب ما رساله لغت موران است. این رساله با رساله‌های دیگر عرفانی فارسی سهروردی تفاوت داره. تفاوتش در اینه که رساله‌های قبلی که تا حالا بحث کردیم همگی بر اساس یک موضوع، یک محور، یک قصه پیش رفته، یعنی یک رساله یک قصه. اما این رساله یک قصه نداره. این رساله 12 فصل داره، هر فصلش یک قصه داره. بنابراین هر فصلش کوتاه 1 تا 2 صفحه، یک موضوع عرفانی رو در نظر گرفته یا موضوع رمزی و اون رو مورد بحث قرار داده. در مقدمش ذکر کرده یکی از جمله عزیزان که رعایت جانب او بر این ضعیف متوجه بود، التماس کرد کلمه چند در نهج سلوک اسعاف کرده آمد، به شرط آن که از نااهل دریغ دارد انشاءالله. آن را لغت موران نام نهادیم و بالله توفیق. یک نفر ازشون میخواد که در مورد روش سلوک، روش تصوف، روش تهذیب نفس چیزی براش بنویسه. ایشون هم بنابراین موضوع اصلی این 12 فصل رساله روش سلوک هست. اون هم انجام میده به شرط این که مطالبی که در این رساله آمده از نااهلان دریغ داشته شود. یکی از نکاتی که توی همین فصول خواهیم خوند رازداری عرفانی هست که توضیحش رو خواهم داد. عنوان رساله هم لغت موران، یعنی لغت مورچه ها، زبان مورچه هاست. از 12 فصل، فصل اولش در مورد یک مناظره بین مورچه هاست. به خاطر اون فصل عنوان اصلی رساله شده لغت موران، یعنی زبان مورچه ها. حالا چرا مورچه انتخاب کرده خواهم گفت. صرفاً البته مورچه در داستان حضرت سلیمان هم نقشی داره. در یکی از فصول رساله هم بحث حضرت سلیمان با یکی از مرغان که البته اونجا هدهد نیست خواهد آمد. اما در این رساله مورچه داستان حضرت سلیمان نیست، مورچه دیگری است. چرا مورچه را انتخاب کرده؟ نکته ظریفی دارد. در مقایسه فصل اول و دوم بهش اشاره خواهم کرد. 7 فصل از این 12 فصل مناظره است، مناظره بین حیواناته و این به زیباییش اضافه میکنه. یعنی حیواناتی با همدیگه بحث میکنن، هر کدوم از این حیوانات نماد یک چیزی هستن. جالبه بدونید از حیواناتی که ما تو این رساله بحثشون رو خواهیم کرد، یکیش مورچه است، یکیش لاک پشته، یکیش خفاشه، یکیش سمندر یا هربا یا آفتاب پرسته و یکیش طاووسه. اینا هر کدومشون نماد یک امر عرفانی هستن که یک یک باز خواهد شد. این رساله فراوان به آیات قرآن درش استشهاد شده، شاید بیش از رساله های دیگه. بیش از 28 آیه قرآن مورد تأویل عرفانی قرار گرفته توی این رساله. این رساله از میان همه رساله های سهروردی بیش از بقیه شماره اوله در نقل قول از عرفا و صوفیه. هیچ کدوم از رساله های دیگرش این مقدار از حلاج و بایزید و جنید و ابو طالب مکی و دیگران نقل قول نشده. لذا میشه گفت از این زاویه هم بسیار غنی است و برخی عباراتش هست منحصر به فرد فقط در این رساله است. ضمن این رساله ساده تر از رساله های دیگه هم هست. این هم یه نکته دیگرش، یعنی بقیهش خیلی رمزهای به خصوص طبیعت قدیم داشت. در این رساله خوشبختانه رمزهای طبیعت قدیم بسیار بسیار کمه، همش یا رمزهایی است که خیلی ساده میشه رمزگشایی کرد یا مطالبی است به هر حال شنیدنی. خب در مورد چاپ‌های رساله هم، این رساله 3 بار تصحیح شده. اولین بارش 1934 هست در اشتوتگارت آلمان توسط اشپیس در کتاب 3 رساله درباره در تصوف. هم متنش تصحیح شده هم به انگلیسی ترجمه شده.
سید حسین نصر در سال 1348 شمسی در مجموع مصنفات شیخ اشراق، مجموع آثار فارسی شیخ اشراق، این رو دوباره تصحیح کرده. تاکستون در 1982 در ضمن یک مجموعه به عنوان رساله‌های عرفانی شهودی سهروردی، همه رساله‌های عرفانی سهروردی رو به انگلیسی ترجمه کرده. اگر کسی مایل اینها رو به انگلیسی بخونه، همش در یک جلد الان فراهم. و نصرالله پورجوادی که چند سال قبل در همین دانشگاه دعوت شده بود، 5-6 سال قبل، برای سومین بار این رساله در سال 1386 تصحیح کرده در یک کتاب به عنوان لغت موران به پیوست چند اثر پراکنده. بنابراین این اثر 3 بار تصحیح شده. یک بار هم اجمالاً به برخی از رمزهاش و مواردش اشاره شده، احمد محسنی در سال 1176. من مجموعاً هر کدوم از رساله ها رو که میخوام بحث کنم، همه کارهایی که در موردش شده رو میخونم و از اونا استفاده میکنم، در متن کتبی هم به خدماتشون اشاره میکنم، اینجا هم هاکزم. اما فصل اول، فصل اول برای هر کدوم از فصلان اجازه بدید یک اسم بذاریم. اسم فصل اول رو گذاشتیم موران و بازگشت هر چیز به اصل خیش. این رساله فقط در مورد مورچه ها نیست، در مورد بازگشت انسان به اصل فراموش شده خودش است. چند تا مورچه با هم دیگه دنبال توشه میرن. مورچه ها وقتی از لانه‌شون میان بیرون، میرن توشه جمع بکنن، غذا جمع بکنن، قوت روزانه. میان بیرون، یک صبح هست، میان بیرون و اتفاق را شاخی چند از نبات در حیز مشاهده ایشان آمد. چشمشون افتاد به چند قطره ژاله شبنم روی یک شاخه نبات. این نبات، نباتی که با چای میخوریم نیست، نباتش گیاهه. روی یک شاخه گیاه دیدن چند قطره شبنم نشسته. در وقت صبح قطرات ژاله بر صفحات سطوح آن نبات نشسته بود. یکی از یکی پرسید که این چیست؟ مورچه‌هاش ژاله ندیده بودن، شبنم ندیده بودن. دیگری بهش جواب میده، گفت اصل این قطرات از زمین است. مورچه سومی گفت چرا از زمین؟ از دریاست، این آب باید از دریا باشه. دعواشون شد که آیا این شبنم اصلش زمینیست یا دریاییست. موری متصرف در میان ایشان بود، یک مورچه دانا. حالا مورچه متصرف داشته باشه، چون تو داستان بعدی هم ما به کارش داریم. این مورچه متصرف پیر مرشد است، رمز پیر مرشده، راهنما، فرشته راهنما. گفت که دعوا نکنید، صبر کنید، ببینیم میل اون، میل ژاله یا شبنم به کدام سوست. به هر طرف که رفت معلوم می شود اصلش از آنجاست. لحظه صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشد، که هر کسی را زی جهت اصل خیش کششی باشد و به لبوغ معدن و منبع خود شوقی بود. همه چیزها به سمخ خود منجذب باشد. و به یک قاعده اشاره میکنه، کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به اصل خودش برمیگردد. همه قصه سر همین قاعده است. اصل شبنم اگر زمینی باشد میفته، اگر آسمانی باشد بخار میشه میره بالا. بعد میگه که و در طرف نور الوهیت این قضیه در حق گوهر شریف لایق‌تر باشد. هر چیزی از سنخ نور باشد آسمانی است، هر چیزی ناسوتی باشد زمینی است و می‌افتد. حالا می‌خواد وارد احسه با قصه بشه. اصل انسان ناسوتی است یا لاهوتی است؟ اصل انسان زمینی است یا آسمانی؟ اگر زمینی باشد، باید تمایلش به سمت زمین باشد، به سمت دنیا باشد. اگر آسمانی باشد، باید تمایلش به سمت بالا باشد، به سمت ملکوت باشد. موران در این بودند، داشتن دعوا میکردن، داشتن فکر میکردن چه کار بکنن، کدومش درسته، که آفتاب گرم شد. هوا گرم شد، آفتاب خورشید اومد بالا. شبنم از هیکل نباتی آهنگ بالا کرد.
شبنم از اون بدن گیاه تبخیر شد، آهنگ هوا را کرد، رفت بالا. موران را معلوم گشت که از زمین نیست، چون از هوا بود با هوا رفت. مورچه‌ها فهمیدن که شبنم زمینی نیست، شبنم آسمانی است. چرا؟ چون از آسمان آمده، باید به آسمان هم برگردن. خب حالا قرار است ما این عصر قصه بسیارم کوتاه، بعد چند تا آیه اشاره میکنه که کاملا با بحثش مرتبطه، منتها با نگاه عارفان. نورون علا نور یهدی الله و به نور این من یشا، نور بر نور، خدا هر کسی را بخواهد با نور خود هدایت میکند. در فلسفه سهروردی روح انسان نورانیست، این نور با نور الهی سنخیت دارد. تمایل روح ما به خداوند است، به بالاست، به ملکوت است. یضرب الله الامثال للناس، خدا اینجوری برای مردم مثال میزنه، مثال روح شما با نور. بعد میگه و ان الی ربک المنتهى، شما مقصدتان خداوند است. پس اصل ما اوست، ما به سمت او میرویم. و یک آیه بسیار زیبایی که این بحثش رو تمام میکنه، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، میگه به سوی خدا کلمات پاکیزه بالا میرود و عمل صالح بالا برنده آن است. اگر کسی به دنبال سعادت، به دنبال خوشبختیه، باید این دوتا رو پیدا کنه. کلمه طیبه چیست؟ اون ایمان پاک و پاکیزه کلمه طیبه است که با عمل انسان، با عمل صالح مثل موتوری میموند که این موشک رو به حرکت در میاره و حرکتش میده میبردش با ما. اون چیزی که الان از این رساله یاد گرفتیم، کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به اصل خودش برمیگرده. حالا چرا مورچه را انتخاب کرد؟ مورچه ها دعوا نکردن، مورچه ها پذیرفتند حرف اون مورچه متصرف رو. مورچه متصرف مورچه ماهر رو پذیرفتند. مورچه سبکبار است. ویژگی مورچه، مورچه را با سنگ پشت مقایسه کنید. فصل اول مورچه است، فصل دوم لاک پشت. مورچه سبکباره، راحت میره کارشو میکنه برمیگرده، اما سنگ پشت بسیار سنگینه. سنگ پشت نشان دهنده تعلقات مادی، نماد متعلقات مادی است. مورچه نماد سبکباری است، برای همین مورچه را انتخاب کرده. همه داستانه دیگه سهروردی تا حالا نمادهای حیوانیش پرنده بود. پرنده ها قفس رو باز میکردن، پرواز میکردن. تنها حیوانی که تا حالا تونست مثل پرنده شأنی پیدا کنه، شأن مثبتی پیدا کنه، مورچه است، به خاطر سبک بودنش. انسان اگر متعلق به تعلقات دنیایی وابستگی نداشته باشه، مثل مورچه سبک است و مثل مورچه های این داستان حق رو به زودی میپذیره. این کل و شأن یرجع الی اصله توی فلسفه بحث بسیار عمیقی داره. هر چیزی به اصل خودش برمیگرده، مهم که اصل رو بشناسیم. این فصل اول. فصل دوم عنوانش رو گذاشتیم عزل حاکم سنگ پشت ها. سنگ پشت ها هم حاکمی دارن، خیال نکنید فقط آدم ها شاه دارن، سنگ پشت ها برای خودشون حاکمی دارن. اسم عربی سنگ پشت سلحفات. سلحفاتی چند در ساحل نشیمن داشتن. خب کجا میشینن؟ کنار رودخونه، کنار دریایی میشینه، کنار آب میشینه. وقتی بر دریا بر سبیل تفرج نظری میکردن، داشتن کیف تفرج میکردن، کنار دریا آب رو نگاه میکردن. مرغی منقش بر سر آب به رسم طیور بازی میکرد. یه مرغ دریایی مثل پرنده ها داشت روی آب بازی میکرد، با آب بازی میکرد. لاک‌پشت‌های فضول سر بحث رو باز کردن، اصل این مرغ زمینیه یا دریاییه؟ گاهی غوطه می‌خورد، گاهی بر می‌آمد.
یکی از ایشان گفت، یکی از لاک‌پشتا گفت این آیا این شکل مطبوع آبیست یا هوایی؟ این بازیگری این پرنده روی آب نشون دهنده اینه که مرغ آبیه یا مرغ دریاییه. دیگری گفت اگر آب نبودی در آب چه کار داشتی؟ معلومه که آبیه. خب آبیه که اومده رو آب داره بازی ها رو میکنه. سومی گفت اگر آبیست بی آب نتوان بود. اگر از آبه این از کنار آب رد بشه نمیتونه بدون آب زندگی بکنه. دوباره داشتن دعواشون میشد مثل داستان قبلی. قاضی حاکم مخلص کاربران آورد که نگاه دارید و مراقب حال او باشید. حاکم لاک‌پشتا آمد گفت صبر کنید، دعوا نکنید. اگر مثل ماهی باشه، ماهی وقتی از آب بیرونش میارن میمیره، ولی این پرنده هم اگر از آب جدا شد و نمرد دلالت میکند آبی نیست. اگر از آب جداش کردیم و به حالت مردن افتاد معلوم میشه آبیست، پس عصرش رو میتونیم تشخیص بدیم. بعد ناگاه بادی سخت برآمد، یه بادی طوفانی آمد و آب را به هم آورد، موت مواج شد. مرغک در اوج هوا نشست، مرغ پرید، همون مرغ که داشت بازه میکرد پرید رفت تو آسمون. حاکم را گفتن، خب معلوم شد نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مرغ دریایی نیست و اگر دریایی بود باید با آب ملازم بود، تونست بره و بدون آب زندگی بکنه. اینها که اینو دیدن، حالا اینجا یک جمله است که این مشکلی رو احتیاج به توضیح بیشتر، دعواشون شد بین محکوم و حاکم، بین رعیت و زمامدار، بین لاک‌پشتا و حاکم لاک‌پشتا دعواشون شد. یقه حاکمشون رو گرفتن، تو گفتی که این هواییه و دریایی نیست، اگر این الان توی دریا بود چیزی که در دریا باشه چطور میتونه از مکان خودش منعزل و جدا باشه؟ هر چیزی که در مکانی باشد وابسته به اون مکان است و از مکان خودش نمیتونه جدا باشه. بس داشته باشید این خیلی تو متن واضح نیست. چون این مرغ در دریا بوده، مکانش دریا بوده، باید با دریا سازگاری داشته باشه. اون جوابی که تو دادی درست نیست، به خاطر اینکه رفت توی هوا. پس اگر دریایی نبوده در دریا چه میکرده؟ حاکم را گفتن مؤاخذت را به تبیانی حاجت است. لاک‌پشتا به حاکمشون گفتن ما داریم مؤاخذت میکنیم، تو باید تبیان بیاری، دلیل بیاری، حجت بیاری، استدلال بکنی تا ما متوجه بشیم حرفت درسته. حاکم حالا از اینجاش به بعد تا آخرش بحث عرفانیه، کوشش میکنه که بگه که میتوان انسان، چون بحث در انسانه، این اینا نماد بود و میخواد این نماد، این پشتوانه این رو نمایش بده، میگه که میتوان در محلی بود اما از آن محل مجرد شد و برخاست و بالا رفت. یعنی اگر انسان در دنیا در مکانی در جهتی در زمانی هست، لازمش این نیست که همواره مقید به این مکان باشد، میتواند از این مکان مجرد شود و به عالمهای بالاتر برود. بنابراین اصل انسان مادی و مکانی نیست، این نکته اصلی. حالا نکات عرفانی قشنگی که گفت حاکم، سخن ابو طالب مکی که در حق پیامبر صلوات الله علیه میگوید در باب وجد و خوف ذکر کرد. اون جمله اینه: اذا البسه الله عدال ترتیب العقل عنه و رفع عنه الکون و المکان. پیامبر در حالات وجد و خوف براش حاصل میشده، روحش قبض و بسط داشته، روزی شادمان بوده، روزی محزون بوده. در زمانی که این حالات براش اتفاق می افتاده،
این صوفی ذکر میکنه که خدا او را از کون و مکان بالا میبرد. حالا این هم اصلا توجه نکنیم، داستان معراج که یه بحث قرآنی و یه بحث جز معجزات پیامبر است. معجزه معراج چگونه اتفاق افتاده؟ در یک شب پیامبر هم در مکه و مسجدالحلا حرام دیده شده، هم در مسجدالاقصا در بیت المقدس دیده شده. هر دوتا همون شب ایشون رو رؤیت کردن. خب این بالاتر از مکان بوده، روحش مجرد بوده که این امکان براش متصور شد. حالا این ایشون ذکر میکنه همچنانی که پیامبر میتوانست لامکان بشود به ازد خداوند، صوفی انسان هم میتواند تعلقی به مکان نداشته باشه. این جواب اولش. جواب دوم میگه که حسن ابن صالح یه صوفی دیگری در باب محبت و خلت، اونم باز دوستی با خداوند، اونم ذکر میکند که وقتی کسی برایش حقیقت آشکار شود، مکان در هم پیچیده می شود. ظهر له العیان و طوى له المکان. هر کسی عیان حقیقت برایش آشکار شد، مکان برایش پوشیده می شود. دیگه مکان رو در می نورد. جواب سومی که میده اینه، میگه که بزرگان از صوفیه مکان و جهت و جسمانیت رو از حجاب‌های عقل شمردند. اگر کسی عقلش کامل شده باشد، این حجاب‌ها رو در می‌نورد. و نقطه چهارم رو از منصور حلاج نقل می‌کنه. حلاج یکی از مهمترین عارفان و صوفیان است که باز در حق پیامبر گفته که غمض العین عن العین. پیامبر با دیدن واقعیت و حقیقت این دوم، یعنی مکان را در هم، مکان را در پوشید. یعنی وقتی حقیقت را دید، دیگه مکان برایش مطرح نبود، غمز این کرد از مکان چون حقیقت را دید. این مسائلی که مثال سادش اینه که وقتی آدم داره یه چیز خیلی مهم رو توجه میکنه، حتی تیتر اول روزنامه رو نمیبینه، روزنامه رو نگاه میکنه، تیتر رو نمیبینه. چرا؟ برای که داره توی مطلب مهمتر توقل میکنه. وقتی شما هم مشغول ملکوت و لاهوت باشی، امور ناسوتی و مادی رو اصلا نمیبینی. و بعد آخرین جوابش هم اینه، میگه از صوفی وراء الکونین و فوق العالمین. صوفی بالاتر از دو جهان و دو کون است، یعنی دنیا آخرت یه مقامی بالاتر از اینجا داره، اصلا حواسش به این امور نیست، یه چیز دیگری داره فکر میکنه. این جمله اصلی رساله اینه. بعد حاکم لاک‌پشتا داره میگه که تا حجاب بر نخیزد شهود حاصل نشود. شهود عرفانیه، مشاهده درونیه. تا حجاب‌های مادی از چشم انسان برداشته نشود، شهود و تعالی روح امکان ندارد. کسی که بدنش، روحش در حجاب‌های متعدد تعلقات مادی است، او امکان دیدن ندارد. مثل پنجره را در نظر بگیرید، اگر جلوش پرده کشیده شده باشد، نور وارد نمی‌شود. در این چه قلب انسان هم همین جوریه. اگر پرده روش کشیده شود، اگر حجاب داشته باشه، این نور داخلش نمیشه، مشاهده صورت نمیگه. و این گوهر در محل شهود، این گوهر که در محل شهود می آید، مخلوق و حادث است. بعد میگه که توجه بکنید، بدن انسان که محمل روح اوست، این اگرچه در مکان هست، اما این حادثه. اصل وجود انسان روحشه، نه این بدنی که الان در این محل است. به عبارت ساده تر، بدن انسان نیاز به مکان و محل دارد.
روح انسان نیاز به مکان و محل ندارد. جوابی که من داده بودم، یعنی حاکم لاک‌پشتا ذکر می‌کنه، جوابی که به شما داده بودم متوجه به روح سالک بود، نه به بدن سالک. اشتباه شما در این است که شما بدن سالک رو توجه میکنید. بدن سالک نیاز مکانی دارد، چارچوب مکانی دارد، اما قصه اصلی روی روحشه که اون متوقف بر مکان و محل نیست. این حرفای ذره حرفای ثقیلیه، احتیاج به فلسفه دارد، احتیاج به عرفان دارد. همه سنگ پشتان بانگ برآوردند. سنگ پشتا قبول نکردند، گفتن جناب حاکم ما قبول نداریم. بانگ برآوردند، داد زدند که گوهری که در مکان باشد چون از مکان به در رود، از جهات چون منقطع شود. شما دارید چی میفرمایید؟ میگید که این گوهر، گوهر یعنی جوهر، این گوهر این مکانی نیست، توجه به روحش کرده بودن. اینا متوجه جسم میشن، میگن که چطور ممکن است آن مرغ، اون مرغ آبی که داشت روی دریا بازی میکرد و مکانی بود، چطور ممکن است از مکان منعزل بشه و خودش رو از مکان جدا بکنه؟ ما حرفتو رو قبول نداریم. حاکم گفت من نیز از بحر این گفتم که این قصه بدین درازی. من که سرتون رو درد آوردم برای توضیح همین مطالب بود که بابا باید بین جسم و روح فرق بگذارید تا بشود بگیم یکیش مکانیست یکیش مکانی نیست. سنگ پشتان بانگ برآوردن که از الله که ای حاکم، گفتن نخیر، از امروز ما شما رو عزل کردیم. حاکم سنگ پشتان به واسطه این امر عرفانی توسط سنگ پشت ها عزل شد و خاک بر او پاشیدن. اون وقتا گوجه فرنگی نبوده، خاک هم برداشتن پرتاب کردن روی سر حاکم خودشون که چه حرفای به اصطلاح قلم به سلم به تو داری میزنی، یه چیزی بگو ما بفهمیم، ما نمیفهمیم و تو اصلا به تو احتیاجی نداری. سر در نشیمن بردند. بعد که حاکم رو عزل کردن برگشتن همون جایی که نشسته بودن. خب قصه سر چی بود؟ حالا الان مورچه رو با مورچه فصل اول رو با لاک‌پشت فصل دوم مقایسه کنید. مورچه ها اونجا از مورچه متصرف حرف رو پذیرفتن، گوش کردن، هیچ اعتراض هم نکردن، سبکبار بودن. لاک‌پشت ها که نماد متعلقات دنیوی هستن، اینها نه تنها حرف پیر مرشد رو قبول نکردن بلکه عزلش کردن، تو خاکم سنگم پرتاب کردن بهش، خاکم روش پرتاب کردن و رفتن دنبال امور دنیاویشون. فصل اول و دوم دوتا هر دو درباره رجوع به اصل داشت صحبت میکرد. این رجوع، رجوع معنویه و نه رجوع مادی. پس لاک‌پشت نماد افراد متعلق به مادیات دنیاوی و ناسوتی است. مورچه ها توانایی رفتن و سبکباری دارن و میتونن پیش ببرن. خب این قصه دوم. اما فصل سوم، این خیلی هم کوتاه، خیلی خسته نمیشه بلافاصله، تا خواستید خسته میشید این فصل بعدی. فصل سوم عنوانش از اندلیب و لقاء سلیمان. اندلیب یعنی بلبل. در داستان حضرت سلیمان کی رفت نام رسانه حضرت سلیمان بود؟ جناب هدهد و شانه به سر. اینجا هدهد کاری نیست و بلبل است. حالا ببینیم بلبل نماده چی. همه مرغ ها در حضور حضرت سلیمان بودن. میدونید سلیمان توان تکلم با پرندگان رو داشت، منطق و طیر میدانست، زبان پرندگان میدانست. یک نفر حاضر نبود. در قرآن اون که حاضر نبود هدهد است. در قصه سهروردی اون که حاضر نیست اندلیب است. همه حاضر بودن الا اندلیب. حضرت سلیمان حاضر خواهی کرد، اندلیب حاضر نیست. سلیمان مرغی را به رسالت نامزد کرد که اندلیب را بگوید که ضروری است رسیدن ما و شما به یکدیگر. یک رسولی فرستاد که بره خدمت جناب بلبل. و چقدر مؤدبانه سلیمان، میدونید شاه خیلی قدرت داره، به جایی که بگه که این اندلیب مثلا حاضرش بکن،
نمیگه این چقدر مؤدبانه، عندلیب را بگوید که ضروری است رسیدن ما و شما به یک دیگر. ما و شما باید با همدیگه ملاقات کنیم، یه وقت ملاقات بدید، بنده با بیام با همدیگه ملاقات بکنیم. نمیگه شما به محضر ما مشرف بشوید، میگه با هم ملاقات کنیم. خیلی مؤدبانه حضرت سلیمان اینجا برخورد کرد. چون پیغام سلیمان به عندلیب رسید، آن اینجا این زاویه خیلی قشنگی داره. عندلیب هرگز از آشیان به در نیامده بود. خب، آشیان کجاست؟ دنیاست، تعلقات مادی. من و شما هم خیلی بعیده، آیا تا حالا شده از لانمون بیان بیرون، از آشیانمون بیان بیرون، تعلقات رو بگسلیم؟ نه، پس ما حالا کسی عندلیب رو داریم. رفت پیش دوستان خودش، گفت که خب حضرت فرمان حضرت سلیمان برای نسق است، شنیدید ایشون میخوان ما من و ایشون با هم ملاقات بکنیم، این رسول هم دروغ نمیگوید، به اجتماع ایعاد کرده است، وعده ملاقات داده، ما باید با هم ملاقات کنیم. اگر او بیرون لانه باشد و ما درون، ملاقات میسر نشود، چرا که سلیمان در آشیانه ما نگنجد. هیچ طریق دیگر هم نیست. چیکار باید بکنیم؟ من میخوام ملاقات بکنم و سلیمان هم توی لانه تو خونه من جا نمیگیره. خب بلا فاصله باید بگیم شما از خونت بری بیرون. سلیمان نمیتونه بیاد بیرون، تو برو بیرون. اما بیرون رفتن از لانه معنای عرفانی داره. یکی سال خورده در میان ایشان بود، یکی از بلبل‌های پیر سال خورده، پیر مرشد، آواز داد که اگر وعده یوم یلقونه راست باشد و قضیه کلون لدینا محضرون و ان الینا ایابهم و فی مقعد صدق عند ملک مقتدر درست آید، طریق آن است که چون ملک سلیمان در آشیانه ما نگنجد، ما نیز به ترک آشیانه بگوییم و به نزدیک او شویم، وگرنه ملاقات میسر نشود. وقتی سلیمان نمیتونه پیش ما بیاد، ما باید از آشیانه بریم بیرون. از آشیانه بیرون رفتن یعنی ترک تعلقات دنیوی. این سومیشه. حالا بلبل کیه؟ اینجا بلبل مرد کامل، سالک و راهدانه. سلیمان نماد روح اعظمه، نماد خداونده. رسیدن بلبل نزد سلیمان حضور انسان کامل در پیشگاه حق. برای لقاء حق باید از آشیانه ناسوت به در آییم و در فضای ملکوت پران شویم. اگر میخواهیم رشد کنیم، راهش از خانه بیرون آمدن است. تا وقتی در آشیانه ناسوتی خود نشسته ایم، ترقی نمی کنیم، پیشرفت نمی کنیم. این پیام این فصله. بلبل هم شناختیم. این بلبل وضعش از مورچه بهتر بود. ما بلبل الان اول، مورچه دوم توی حیواناتی که تالا خوندیم توی این رساله و لاک پشت، اصلا وضعش خرابتر و متعلقه به دنیا. این آیاتی که اشاره کردم خیلی قشنگ اشاره کرده، میگه روز ملاقات همه ما با خدا ملاقات میکنیم، لحظه مرگ به بعد زمان ملاقات است. همه شما نزد ما حاضر خواهید بود، باور کنید این حضور حتمیه، بازگشت شما به سوی ماست. اینا رو همه داستان بلبل داره ذکر میکنه، اون پیر بلبلا داره به اون بلبل یاد میده، میگه که اگه اینا راست باشه و بعد شما قرار عند ملک مقتدر در نزد شاه فرمانروای مقتدر حاضر شوید. الان توی داستان یعنی سلیمان، ولی توی قرآن یعنی خداوند. شما قرار نزد او حاضر بشوید. بنابراین برای حضور در نزد او باید از خانه تن بیرون بیایید، باید از خانه مادیات خارج بشید. خب این سه تا فصل حیوان. حالا فصل چهارم میریم ایران. بس در مورد جام جهان نمای کیخسرو. زیبایی های سهروردی اینه. این رساله ترکیبی از
اسلام و عرفان و ایران است. هم آیه قرآن توشه، هم اسطوره ایرانی توشه، هم کلمات صوفیه و عرفایی توشه. این ستا رو به زیبایی و هم دیگه ترکیب کرد. این فصل در مورد جام جهان نماست. تو جام جهان نما اسم خودش رو میگه جام گیتی نمای کیخسرو. گیتی جهان است. گیتی نما جهان نما. بذارید از زبان خودش بشنوید. این در اسطوره‌های ایرانی کسی که صاحب این جام هست و بهش نگاه میکنه همه اسرار دنیا را در این جام میبینه. پس نماد یک نوع معرفت است، یک نوع علم است. گذشتگان ما دنبال اینجور علمی بودن. چگونه میتوان جام جهان نما پیدا کرد؟ صاحب جام جهان نما کیخسرو است. این جام، حالا قبل از اینکه واردش بشم همه رو میخونم، نماد دل عارفه. عارف دلش آینه دار خداونده. به دل که نگاه میکند همه رموز رو در دلش میبیند و میآورد. پس جام جهان نما یا گیتی نما نماد دل عارف. این دل به مثابه عرش خداوند است. حالا این جام نباید آسیب ببینه. زمانی که قرار نبود ازش استفاده کنن توی غلاف میپوشوندنش. یه غلاف چرمی داشته، این رو با 10 بند میبستند. هر زمان که کیخسرو قرار بوده اطلاعی پیدا بکنه به جام احتیاج داشته، این چرم رو باز میکرده و نگاه میکرده بهش. حالا متن خودش رو بشنوید. جام گیتی نمای کیخسرو را بود. یعنی جام گیتی نما، جهان نما متعلق به کیخسرو. هرچه خواستی در آنجا مطالعت کردی و بر کائنات مطلع میگشتی و بر مغیبات واقف میشد. هر وقت هرچی میخواست مطالعه بکنه میرفت این رو میخوند. حالا شما بلا فاصله لپتاپتو باز میکنی، بلا سرچ میکنی، همه چی پیدا میکنی. اون زمان جناب کیخسرو لپتاپ نداشته، اینترنت نداشته، با جام جهان نما میرفته چیزا رو پیدا میکنه. گویند آن را غلافی بود از عدیم به شکل مخروط. یه غلافی پوسته داشت چرمی مخروط شکل. 10 بند گشاده بر آنجا نهاده بود. با 10 بندم میبستش. وقتی که خواستی از مقیبات چیزی ببیند آن غلاف را در خرطه انداختی. وقتی میخواست که ببینه بازش میکرد، وقتی هم کارش تموم میشد میبستش. حالا چطوری میدید؟ پس وقتی که آفتاب در استوا بودی او آن جام را در برابر میداشت. وقتی آفتاب ظهر میرسید، به منطقه استوا میرسید، این جام رو در برابر خودش میگذاشت. چون ضوء نیر اکبر بر آن میآمد همه نقوش و سطور عالم در آنجا ظاهر میشد. چون نور آفتاب، نیر اعظم یعنی خورشید، درش میافتاد همه علوم درش آشکار میشد، هویدا میشد. بعد چند آیه قرآن، جالب اینجاست که همه انتهای این فصول با تعبیر چند عرفانی چند آیه قرآن اتمام پیدا میکنه. اذا الارض عدت و القت فیها و تخلت و اذنت ربها به حق یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی. میگه ای انسان، تو رنج میکشی اما بالاخره به محضر خدایت خواهی رسید. هیچ چیز از تو مخفی نمیماند. نفس انسان در آن روز آن چیزی را که قبلا فرستاده و بعدا میخواهد فرستاد همه را به رأی العین میبیند. جام جهان نما مثل ظهور اعمال انسان بعد از مرگ در آخرت است. بین عرفان و اسطوره ایرانی و امر دینی یک سازگاری جدی ایجاد کرد.
بعد دو تا شعر ذکر میکنه خیلی قشنگ. ز استاد چو وصف جام جم بشنودم، خود جام جهان نمای جم من بودم. نگفتم جام جم دل عارف است. میگه اولین بار که من از استاد وصف جام جم رو شنیدم، فهمیدم که جام جهان نمای جم خسکی خسرو منم. خود جام جهان نمای جم من بودم. من جام جهان نمای جم بودم. دل من جام جهان نما بود. من به دل خود که نگاه میکنم همه اون رموز رو، اون علوم رو میابم. توی شعر دومی به خرقه صوفیان رو تشبیه میکنه. از جام جهان نمای میاد کنند، آن جام دفین کهنه پشمینه ماست. وقتی یاد میکنه از جام جهان نما، اون جام دفینه، اون جام قدیمی، این پشمینه کهنه ما صوفیان است، خرقه ما صوفیان است. یعنی باز برمیگرده به این که این رمز و راز سلوک عارفانه است که این مطلب رو با خودش دارد. توی این که زمان انسان میتونه جام جهان نما رو ببینه، بشنوه، که از حواس باطن و ظاهر گسسته باشه. پنج حس ظاهر، پنج حس باطن که اینا رو تو رساله‌های قبلی خوندیم، اینها دل رو پنهان میکنن. اما اگر دل از اینها گسست، اون وقت میتواند زنده بشه و حقیقت رو مشاهده بکنه. و این نکاتی که اینجا سهروردی ذکر کرده در واقع یکی از نکات اصلی این رساله است که بحث سلوک عارفانه از طریق اسطوره ایرانی است. دیگه جای دیگر رساله اسطوره ایرانی نیست، تنها جاش. اما فصل پنجم، فصل پنجم بحث در مورد یک داستان مناظره بین حیوانات است، بحث شیرین است. داستانی است بین خفاش و سمندر یا هربان. سمندر اسم دیگرش آفتاب پرست، خفاش هم که معرف حضورتون است. چند تا خفاش با یک سمندر، با یک هربان در می افتن، دعواشون میشه. خفاش ها تعدادشون بیشتر بوده، تصمیم میگیرن که دمار این هربان رو در بیارن، دستگیرش میکنن، میبرنش توی لانه خودشون. وقتی میبرنش اونجا جلسه میکنن و نتیجه جلسه میشه که باید این سمندر کشته بشه. خب چجوری بکشیمش؟ میگن زجرآورترین حالتی که ممکن هست برای این سمندر در نظر بگیریم، چون ما انمار اذیت کرد. چه کاری زجرآورتر هست؟ میگن که بدترین چیز ممکن این است که او را به روز تبعید کنیم، در روز از لانه بفرستیمش بیرون تا زیر خورشید، نور خورشید بمیره. قیاس به نفس خودشون میکردن. خفاش شب پرست، از نور گریزان است. بدترین شکنجش به نور رفت وارد شدن است. میپنداشتن که سمندر هم مثل خودشان از نور آزار میبینند، شکنجه می شود و می میرن. خب هربا تا شنید گفت به بچه خود چقدر خوب، خیلی هم خوب، خوشحال شد. نمی دونست که اونا نمی دونستن که این قصهش چیه و رفت. خب این قصه هربا نجات پیدا کرد. رمز عرفانی این نکته چیه؟ رازش چیه؟ خفاش نماد حق گریزان است، دنیا پرستان حق گریز. هربا یا سمندر نشان کسی است که با نور رابطه ای دارن، سالک است، به سمت نور می روند. این چند جمله شو بخونم تا اون مسئله اصلیش برسیم. هیچ تعذیب بتر از مشاهدت آفتاب نیست. خب فاشا داشتن می گفتن.
البته هیچ عذابی بدتر از مجاوره خورشید ندانستند. هیچ شکنجه بدتر از این نیست که ما طرف رو بفرستیم زیر خورشید. قیاس بر حال خیش میکردند. او را به مطالعت آفتاب تهدید کردند. هربا از خدا این میخواست. مسکین هربا در خود آرزوی این نوع قتل میکرد. هربا با ای کاش که من همچون قتلی نصیبم بشه. حالا ببینید چقدر قشنگ اینجا به شعر حسین ابن منصور حلاج استناد میکنه. این شعری که مشهورترین شعر حلاج. اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی و حیاتی فی مماتی و مماتی فی حیاتی. حلاج عارفی بود که به دلیل بیان حرفهای عارفانه که برای شنوندگان آن روزش ثقیل بود کشته شد، اعدام شد. حالا میگه که مرا بکشید ای دوستان موثق من، در قتل من حیات من است، حیات من در ممات من است، ممات من در حیات من است. شما فکر میکنید که منو بکشید من میمیرم، من تازه آزاد میشم، شما منو از محدودیت‌های بدنیم رها کردید، منو به نزد حضرت حق فرستادید، شما به من ضربه نزدید، شما منو باعث ترقی من شدید. همچنانی که هربا سمندر در لانه بینور خفاش ها که بود وقتی انداختنش بیرون فکر کردن با زیر نور قرار دادنش او کشته می شود، در حالی که با زیر نور قرار دادن سمندر او جان تازه‌ای پیدا کرد. مؤمن هم وقتی به ملاقات خدا می رود مثل آفتاب پرستی است که زیر نور خورشید قرار گرفته است. این تمثیل بسیار بسیار زیبای سهروردی در اینجا. چون آفتاب برآمد او را از خانه نحوست خود به در انداختند. خانه شون نحس بود، خفاش اصلا نماد نحوست تو ادبیات فارسی. تا به شعاع آفتاب معذب شود. خیال میکردن هر کسی مثل خودشونه که بره زیر آفتاب عذاب میکشه. و بعد اینجا آیه شهادت رو در قرآن که ولا تحسبن للذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. میگه فکر نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده اند اینها مردگانند، اینا زندگانی هستند که نزد خدا روزی میخورند و شادمانند و شما اطلاع ندارید از اون. اگر خفافیش بدانستندی که در حق هربا بدان تعذیب چه احسان کردند و چه نقصان است در ایشان به فوات لذت او از غصه بمردندی. اگر خفاش ها می دانستند که هربا چه لذتی می بره از نور خورشید، اینها از درد جان تهی می کردن، می مردن خودشون رو. و بعد جمله آخر این فصل یک عبارتی است از یکی از عرفا به نام بوسلیمان دارانی. لو علم الغافلون ما فاتهم من لذت العارفین لما تو کمدا. اگر غافلان می دانستند که چه لذتی عارفانه ای را از دست می دهند از غصه دق می کردند. ما اینجا نشستیم فکر می کنیم با امور بسیار پیش پا افتاده ای خودمون رو سرگرم کرده، نمی دونیم لذت واقعی لذت به حق رسیدن لذت عارفانه است. اگر اونا رو می دونستیم هیچ وقت اینها رو اصلا داخل آدم حساب نمی‌کرد. اینم قصه هربا. خب این فصل ششم نصف شد رساله. حالا فصل هفتم باز یه مناظره دیگری و یک حیوان دیگری. اینجا بحث جناب هدهد است. هدهد کاملا متفاوت، شبیه قصه قبلی منتها با یک بیان ابتکاری. وقتی هدهد در میان بومان افتاد بر سبیل رهگذر به نشیمن ایشان حضور کرد. جناب هدهد شانه به سر در آشیانه و محله جغدها افتاد. خب جغدها باز فرقی دوتا حیوان دوتا پرنده در اینه که هدهد به
تیز چشمی مشهور است. یعنی در میان پرندگان هیچ کدامشون به تیز چشمی حدت بسر هدهد نیست. ویژگی جغد چیه؟ غیر از شون بودنش اون خیلی با نور و اینها مناسبتی ندارد. بومان روزکور باشند. بومها روز کورند، نمیبینند، چپ بیرون میان. آن شب هدهد در آشیان با ایشان بساخت. هدهد شب تو اینجا گفت شب دیگه اومده بود و را گم کرده بود و اینجا. ایشان هر گونه اخبار از وی استخبار میکردند. بامداد هدهد رخت بربست و عزم رحیل کرد. صبح که شد، روشن که شد، گفت ببخشید خیلی ممنون، زحمت کشید، ما میخوایم بریم. بومان گفتند که ای مسکین، این چه بدعت است که تو آورده ای؟ آخه آدم حسابی روز سفر میکنه، روز که آدم چیزی نمیبینه، تو باید شب سفر بکنی نه روز. این چه بدعت است که تو آوردی؟ به روز کسی حرکت کنه؟ آدم درست روز حرکت میکنه؟ هدهد گفت این عجب قصه ایست، همه حرکات به روز واقع شود، همه امور دنیا تو روز اتفاق میفته. حالا شما منو دارید مسخره میکنید، دارید مؤاخذه میکنید که چرا روز میخوام برم بیرون، خب اگه من شب میرفتم باید ازم سوال میکردم. بومان گفتن دیوانه ای، مگر دیوانه ای؟ در روز ظلمانی که آفتاب بر ظلمت براید کسی چیزی چون بیند؟ ببین از بینش، از منظر بوم روز ظلمانی است. میگن که میگه در روز ظلمانی که همه جا ظلمته کسی اصلا امکان داره چیزی ببینه؟ او معلومه نمیبینه و تو اشتباه داری میکنی. جناب هدهد گفت عکس به عرضتون رسوندن، اشتباه شما را همه انوار این جهان توفیل نور خورشید است. ما هرچی میبینیم از پس نور خورشیده. همه روشنان اکتساب نور و اقتباس ذوء خود از او کردن. هرچی نورانی است همه اقتباس از نور خورشید میکنه. حالا شما نمیذارید من روز برم بیرون؟ عین الشمس از آن گویند، اصلا این چشمه خورشید به این علته که چشمه نوره. بوم ها او را الزام کردند که چرا به روز کسی هیچ نبیند؟ اگه تو راست میگی چرا روز هیچ که چیزی نمیبینه؟ هیچ که یعنی ما جردا، ما بوم ها هیچ نمیبینیم. میگه شما نمیبینید، دلیل نمیشه که هیچ کس نمیبیند. اشکال از شماست، نه اشکال از روزه. گفت همه را در طریق قیاس به ذوق خود الحاق مکنید. لطفاً قیاس من فارغ نکنید، همه رو به خودتون مقایسه نکنید که همه کس به روز بینند و اینک من بینم. یه اشتباه کرد، گو همه میبینن منم میبینم. تو میبینی؟ تو روز میبینی؟ در عالم شهودم، هدهد به بومها میگه، در عیانم حجب مرتفع گشته است، سطوح شارق را بی اعتبار ریبی بر سبیل کشف ادراک میکنم. من همه چیز را دارم بالعیان مشاهده میکنم. حالا بومی که آفتاب براش عین ظلمته بشنوه که فردی میخواهد در روز بیرون بره. بومان چون این حدیث بشنیدن حالی فریادی برآوردندی، داد کشیدن، حشری کردندی، قیامت به پا کردن. یکدیگر را گفتن این مرغ در روز که مزنه اماست دم بینایی میزند. عجب مرغ دیوانه، روز که زمان تاریکی و ظلمت است این داره ادعای روشنی میکنه. اون معلومه که حق زندگی نداره. حالی به منقار و مخلب دست به چشم هدهد فرو داشتند. همه این بوم ها با منقار و با چنگال شروع حمله کردن به چی؟ حمله کردن به چشم هدهد که اشکال از چشم تو است که تو داری نور رو میبینی. تو اشتباه نور رو میبینی، تو نباید نور رو ببینی، تو باید مثل ما شب کور باشی. دشنام میدادن و میگفتن ای روز بین، مثلا بخوام این فلان فلان شده، ای روز بین، ای کسی که در روز میبینی، زیرا که روزکوری نزد ایشان هنر بود.
حواسمون باشه سهروردی اینا رو قصه نمیگه ها، داره میخواد الان کلی حقیقت گذاشته وسط. میگه نکنه شما هم به یک کسان دیگری داره میگه ای روز بین به عنوان دشنام میدی و تو خودت با تاریکی خو کرده ای. گفتند اگر باز نگردی بیم قتل است. هدهد اگه میخوای تو روز بری بیرون احتمال کشتنت جدی است. هدهد اندیشه کرد که اگر خود را کور نگردانم مرا هلاک کنم، اگه خودمو به کوری نزنم اینا هم چشم منو میگیرن هم جان منو میگیرن هر دو. الهام کلم الناس علی قدر عقولهم بدو رسید. این فرمایش پیغمبره، با مردم به اندازه عقلشون صحبت بکن. تو با جغد نشسته ای، با جغد باید به اندازه خودش حرف بزنی، با کور چشم نمیشه از روشنایی گفت. حالی چشم بر هم نهاد و گفت، حملاک شروع شد، خودش انداخت دستش رو گذاشت رو چشمش، گفت منم چشمم از دست دادم، حمله کرد، حالا منم رنگ شما شدم، نه شما نور رو میبینید نه من نور رو میبینم، هر دو تا اون کور چشم شدیم. حالی چشم بر هم نهاد و گفت اینک من نیز به درجه شما رسیدم و کور گشتم، منم کورم مثل شما. چون حال بدین نمد دیدن از ضرب و ایلام ممتنع گشتن، دیگه ندادنش، گفتن خب حالا که شدی مثل ما دیگه اشکالی ندارد. خود بدانست که در میان بومان قضیه افشاء سر ربوبیت کفر است و افشاء سر قدر معصیت و اعلان سر کفر مترد است. جناب هدهد فهمید که در میان کورش چشمان سخن از نور کفر است. این راز رو باید نگه دار، نور رازه، حق نداره این راز رو پیش نابینایان دل مطرح کنه. تا وقت رحلت به هزار مهنت کوری مزور میکرد. تا وقتی که تونست از اونجا بیاد بیرون تزویر میکرد که من کورم، که اینا کاری به کارش نداشته باشن، چون اگر میدونستن که کور نیست دوباره سراغش میامدند و میکشتند. و بعد تنفس مثلا نفس طولانی کشید، آه طولانی کشید، تنفس سعدا یعنی آه طولانی کشید. و بعد چند تا دو تا حدیث و دو تا آیه میخونه که این نتیجه عرفانی این فصله. ان فی جنبی لعلما جما لو ابدله لاقتل. سخن امام علی علیه السلام، در بین دو پهلوی من علم فراوانی است. توی حدیث ما دارد که اگر آن را اگر حاملی پیدا می‌کردم ابراز می‌کردم. در روایت سهروردی اگر این علم را به کسی بگویم به علت اینکه تحمل نمی‌توانند بکنند کشته می‌شوند. سهروردی خودش این حرفا را زد و کشته شد، یعنی مصداق همین حدیث قرار گرفت. لو کش فلغتا مزدت تو یقینا، اگر پرده بر افتد ذره‌ای بر یقین من افسوده نمی‌شود. با سخن امام علی است. علی در دنیا حقیقت را دیده بود، همه ما در آخرت حقیقت را می‌بینیم. میگه اگر پرده آخرت هم از پیش چشم من برداشته شود ذره‌ای به یقین من اضافه نخواهد شد. کسانی هستند که در همین دنیا حقیقت رو، باطن رو، واقعیت رو می‌بینند. و بعد به دو آیه استناد میکنه، دومش ذکر میکنم، این من شیئا الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزینه همه چیز نزد ماست، پایین نمیفرستیم مگر به اندازه. دنیا با اندازه میچرخد. اینجا هم سهروردی میخواد بگه که تام با مردم که برخورد میکنید به اندازه عقولشون با اونها سخن نمیشه. خب حالا توی این قصه‌ای که دانستیم و دنبالش کردیم، بس در مورد یکی جو بوم‌ها بود که اینها نشان دهنده کسانی که دشمن حقیقت هستند و واقعیت نمی‌رسن، و یکی هم هدهد بود که کسی است که سالکی است که به سمت نور می‌رود و به واقعیت هم به حقیقت هم به نور هم دست
دسترسی پیدا میکنه. یک نکته دیگرش هم این که راز رو باید پوشانید. اگر راز رو پیش نااهل بیان بکنی، اون وقت همه چیز از دست میرود و نتیجه برعکس میدهد. اما فصل بعدی، من یه فصل پنجمم یاد فراموش کرده بودم بگم، الان دیدم شماره هم بهم نمیخونه، بذار با عرض معذرت برمیگردم. فصل پنجم، فصل پنجم یکی از بس اینا زیبا بود من پریدم از یکیش. یک فردی با یکی از ملوک جن دوست شده بود، بعد که میخواست ازش جدا بشه گفت که من اگه به شما احتیاج پیدا کردم چجوری خدمتتون برسم؟ میدونید جن موجود پنهانیست. جواب که این میده بسیار زیباست. اگر خواهی که تو را فرصت التقاء ما باشد چه باید کرد؟ اگه میخوای به ما برسی چه کار بکن؟ آقای جن به این سالک میگه که هر چیزی سر و صدا دارد در آتش بینداز، آتشی روشن کن، کندور در آن بسوزان. کندور یه دانه هندی بوده، میداختن روی آتش، بوی خیلی خوبی میداد. بعد میگه که قطری کندور بر آتش نه، در خانه هرچه آهن پاره است از اجساد سبعه، هرچه سریر و صدا دارد بینداز و رجزه فحجر. عرفان جای سکوت و آرامش است، سر و صدا جای تعلقات دنیوی است. تو باید از صدا بگریزی. کشف و شهود در سکوت عارفان اتفاق میفته و حجز فحجر یعنی از پلیدی ها رو ترک کن و به سکونت و رفق هرچه بانگ دارد دور کن. هرچی سر و صدا هست از خود دور کن. حالا ما نشستیم، تازه راه هم که میریم یه چیز گذاشتیم تو گوشمون که بشنویم، حتما میخوام یه صدایی باشد. کی فکر میکنیم؟ وصفه انهم و قول سلام، از اینها رو ترک بکن و سلام بگو. به ناسوت پشت کن، ناسوت پر سر و صدا پشت کن و به لاهوت و ملکوت پر سکینه و پر سکوت سلام. پس به دریچه بیرون نگه، حالا برو نگاه کن، ده آن که در دایره نشسته باشی، چون کندور سوخته مرا بینی. وقتی کندور سوخت تو مرا خواهی دید، چون گفته بود تو کی منو میبینی؟ تو وقتی منو میبینی که صدایی نباشد، وقتی منو میبینی که سکوت باشد. این ملک جن میتونه نشانه فرشته راهنما باشد، میتونه نشانه پیر مرشد باشد. اگه تو میخوایی به راهنما برسی، راهش سکوت و طمأنینه، راهش سر و صدا نیست. و بعد یک جمله چند تا عبارت از اهل صوفیه نقل میکنه، من یکیش رو میخونم. میگه یکی از بزرگان میگوید اقطع عن العلایق، جرد من العوایق، حتی تشهد رب الخلائق. خودت را از علقه‌های دنیوی منقطع کن، از مانعها عبور کن تا خداوند پروردگار عالمیان را ملاقات کن. برای همین اگه ما میخواییم این راه رو پیش بریم، راهش مجرد شدن، راهش دوری از زر و زیور دنیاست، راهش دوری از سر و صدای دنیاست، راهش آرامش است، راهش طمأنینه است. وقتی به طمأنینه رسیدی، اون وقت میفهمی که به کجا رسیده ای، به اقیانوس آرامش الهی میرسی. این هم فصلی که من فراموش کرده بودم بگم. حالا فصل نهم. فصل هشتم. این فصل یک داستان بسیار عجب غریبی دارد، کاملا ابتکاریست و قهرمانش هم طاووسه. طاووس عنوان فصل هست، طاووس و دورافتادگی از اصل خویش. طاووس اینجا نماد خودفریفتگیه، نماد تعلق به دنیاست.
طاووس حیوان زیبایی است، پر بسیار زیبایی دارد، اما بسیار متکبر است. برای همین اینجا به عنوان نماد دنیاپرستی معرفی شد. یک پادشاهی بوده، یک باغی داشته، این باغ از هر پرنده و چرنده‌ای درش بوده، پرندگان خوشالهان، گل‌های زیبا درش بوده، تعداد زیاد طاووس هم درش بوده. آن جماعتی طواویس به غایت لطف و زیب و رعونت، بسیار زیبا، بسیار جالب و در این حال نادان رعونت داشتن، عقلشون پاره سنگ می‌برد. چندان کسی که عاشق خودش باشد فرد متفتنی نیست. پادشاه تصمیم می‌گیره که یکی از طاووس‌ها رو در یک آزمایشی وارد کنه. پادشاه طاووسی رو از آن جمله گرفت و بفرمود تا او را در چرمی دوزند. این پر زیبای طاووس رو داخل چرم کردن که طاووس خودش را و زیبایی پرش را نبیند و به جهد خیش مطالعه جمال خود نتوانست کرد که زیبایی خودش را نتونه ببیند. بفرمود تا هم در باغ سله‌ای بر سر او فرو کردن، یک سبدی هم گذاشتن رو سرش، فقط یه سوراخیش باز گذاشتن که توش ارزن بریزن و چند قطره آب بریزن که از گرسنگی نمیره. این طاووس نمیتوانست ببیند، میتونست بشنوه یا نمیتونست ببینه. قدری ارزن در آنجا ریختندی تو سبده میریختن از بحر قوت و برگ معیشت او تا نمیره. مدتها برآمد، حالا طاووسی که تمام پر زیباش داخل چرمه، یه سبد هم گذاشتن رو سرش و چشم نمیبینه، توی زندانه، عملا توی زندان است که هیچ کاری نمیتونه ببینه. طاووس خود را و ملک را و باغ را فراموش کرد. حواسمون جمع باشه، همه چیز رو یادش را. در خود نگاه میکرد، جز چرم مستقذر، جز چرم بدبو چیزی رو نمیدید. آدم بعد از مدتی حتی تو زندانم که از به زندانش خونه، وقتی با چرم بدبو هم باشه، با همین چرم مأنوس میشه، عاشقش میشه. مدتی گذشت، به اون خو کرد. میپنداش که مسکن همین جای ظلمانی است که درش محسوب محبوسه. دل بدان نهاد، عاشقش شد، عاشق همین طریقه زندگی پست ظلمانی محدود و محصور شد. و در دل مترسخ کرد که زمینی از آن عظیمتر از آن مقعد سله نتواند بود. هیچ جا بهتر از، هیچ جا گشادتر از این سبدی که رو سرشه نیست. دنیا همینه. چنان که اعتقاد کرد که اگر کسی ورای این عیشی و مقری و کمالی دعوی کند، کفر مطلق و سقط محض و جهل صرف باشد. فکر میکرد اگر یک کسی بگه زندگی دیگری هست، کفر مطلقه. زندگی همینه که من دارم، همین جای، همین تو آخر چرخ. یادش رفته بود کجا بوده، چی داشته. فقط یه چیز بود، گاهی وقتا یه بادی میومد، نسیمی میوزید، بوی گل و ریحان از داخل این سبده به مشامش میرسید. این احساس خوبی بهش دست میداد. هرچی فکر میکرد یادش نمیومد این مال کجاست، فقط لذت میداد. گاهی وقتا صدای همنوعای خودش هم میشنید، دقیقه طاووس ها رو میشنید، یا صدای چهچه بلبل و چیزای دیگر رو میشنید، باز خوشش میومد، ولی نمیتونست کشف بکنه، نمیدید، یادش رفته بود، فراموش کرده. لیکن ندانستی که آن شوق از کجاست، زیرا که آن لباس جز چر ندانستی و عالم جز سله و غذا جز ارزن. هیچ چیز غیر از اون چرمه و اون سبده و اون ارزنه هیچ چیز نبود، همش همینا بود، هیچ چیز ذهنش نبود، همه چیزها فراموش کرده بود، متنبه نمیشد. مدتی در آن تفکر بمان که این باد خوشبوی چیست، این اصوات خوش از کجاست، معلومش نمیشد. این جهالت، نکته اصلی عرفانی رساله، این جهالت از آن بود که خود را فراموش کرده بود.
و وطن را. طاووس خودش رو و وطنش رو فراموش کرد و نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها خودشان را فراموش کردن، خدا هم آنها را فراموشانید، یادشون رفت. اینها خدا را فراموش کردن، خدا هم اونها را از خودشون یادشون برد، خودشون را از یادشون برد. دو تا چیز شد، یکی ما خودمون را فراموش کردیم، یکی وطنمون. این وطن، وطن معنوی است، وطن مادی نیست. وطن ما مرغ باغ ملکوتم، میام از عالمه، از این عالم نیستم، از جای دیگری آمدم، اون وطنه. فراموش کردیم، وقت اومدیم توی دنیایی که مثل چرم داخل طاووسه است، خو کردیم، خوشمونم میاد، فکر میکنیم این دنیای ظلمانی بهترین است. یادمون رفته که ما توی باغ ملکوت بودیم و الان اومدیم به این عالم خاک. خلاصه هر وقت که بانگی بلند میشد یادش به اونجا میافتاد. روزگاری در این حیرت گذشت تا پادشاه تصمیم گرفت که برش گردونه. گفت که بفرمود که آن مرغ را بیاورید و از سله و چرم خلاص دهید. چرم را پاره کنید، سبد از سرش بردارید. فانما هی وجرت واحده فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. درست داره آیات قیامت رو ذکر میکنه، میگه روز قیامت ما اینجوری توی غلاف چرم دنیا بودیم، با غلاف رو پاره میکنن، حالا چشممون باز میشه، واقعیت رو میبینیم. طاووس چون از آن حجب بیرون آمد، خیشتن را در میان باغ دید. حالا تازه فهمید که اون نسیمه که میوزیده از کجا بوده و صداها از کجا میبینه. نقوش خود را بنگرست، دید عجب من زیبا بودم و خودم نمیدانستم. باغ را و اسحار را و اشکار را بدید و فضای عالم و مجال سیاحت و طیران و اسوات و الهان و اشکال امثال اجناس در کیفیت حال فرومان و حسرت ها خورد. حالا افتاد حسرت خوردن که ما فرد و فی جنب الله، چه چیزا من در جانب در کنار خدا بودم، همه از دست دادم. فکر میکردم دو واقعیت همین دنیای تاریک چرمی بوده که اطرافم بوده. حالا بگه آخرش با این تمام میکنه، شما خواهید دانست، بیشتر از این خواهید دانست، ولی مهم اینه که تو همین دنیا بدانید که تو چرمید، نه وقتی پاره شد. طاووس نماد وابستگی بود، اون پادشاه نماد خداونده که ما رو آورده تو این دار ابتلا قرار داده تا ما بینه ما میتونیم این رو بگسلیم یا نه. خب دیگه بقیهش خیلی کوتاه ازش میگذاریم. فصل نهم درباره ادریس و ماه و خورشید. ادریس پیامبری است مثل جناب عیسی، عروج کرده به آسمان و از میپرسد که چرا، از ماه میپرسد چرا تو گاهی روشنی گاهی تاریک هستی. میگه که من هر وقت که انعکاس نور خورشید رو داشته باشم روشنم، هر وقت منعکس نکنم تاریکم. بعد میگه که مثال خیلی قشنگ این فصل داره، میگه اگر کسی آینه باشد، آینه مقابل خورشید باشد و آینه بتواند خودش را نگاه بکند در زمانی که رو به خورشید گذاشتندش، ازش بپرسی تو چیستی؟ میگه من خورشیدم. نمیگه من آینه هستم، خورشید رو در خودش میبینه. اگر دل انسان آینه دار جلوه حق شود، وقتی در خود مینگرد خدا را میبیند نه خود را. و اون وقت مثال میزند، او سخن حلاج گفت انا الحق. میگه حلاج آینه دلش را به سمت خدا میزان کرده بود، جز خدا نمیدید، او خود نمیدید، خود نبود که ببیند، او را شماتت نکند. چند عبارت دیگر هم ذکر میکند، انصافا قشنگ، یعنی این میشه زیباترین تمثیلی است که اینجا به کار رفته. فصل دهم و یازدهم داستان نداره، دو تا نکته عرفانی درش ذکر کرده که خدا از مکان و جهت و وقت خطاب منزه هست. در خانه به کت خدای ماند همه چیز، خانه و کت خدا با هم تناسب دارد، ولیکن هرگز خانه و کت خدا یکی نیست. کت خدای خانه خداوند است،
ولی این خانه هم با کت خداش تناسب داره، متوجه باش که کت خدا را بشناس. فصل 11 هم درباره حجاب راه است. میگه هر چیزی که حجاب راه باشد کفر است، کفر عرفانی، حجاب راه سالک است. کسی که به خودش میپردازد، به خودش سرگرم میشود، تبهکار است. مهم این است که خلاصی پیدا کنی در این راه. و بالاخره عصر 12 درباره ابلهی است که میپنداشت خورشید باعث شده چراغ او دیده نشود. او در روز روشن چراغ افروخته بود و چون نور چراغ دیده نمیشد گفت ای مادر، آفتاب چراغ ما را ناپدید کرد. نمیدانست که چراغ در مقابل آفتاب جلوه ای ندارد. تو باید آفتاب را بشناسی. چراغ مال دوران تاریکی است، نه در نور خورشید. بعد میگه که چون چیزی را از این بیند، کوچک را حقیر در مقابله آن بیند. میگه وقتی انسان چشمش به نور آفتاب عادت میکنه، اصلا نور چراغ به نظرش نمی آید. کسی که از آفتاب در خانه رود، اگر چه روشن باشد هیچ نتواند دید. کسی که چشمش به آفتاب عادت کرده، وقتی داخل خانه میشه هیچ چی رو نمیبینه. این توجه بکنه که این معنوس آفتاب است و نه چیز دیگر. و تمام میکنه رساله رو با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. او خداوند اول است و آخر است، ظاهر است و باطن است، به همه چیز آگاه است. این رساله تمام شد. پس 12 فصل و همه درباره سلوک عارفانه بود. امیدوارم حداقل از یکی از این فصول مثل اون مورچه ها نکته‌ای برگرفته باشه. و السلام علیکم و رحمت.